سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمانداز ها با تغییر روز به هستی. سلام بر شما تغییر روز به عزیز. من هم همینطور به خود و بینندگان عزیز سلام دارم. آمارهای سانسور نشده تورم که در بانک مرکزی تهیه شده نشون میده که در مرداد 1400 تورم 12 ماهه به 58% و تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها به 72% رسیده و نرخ نان به شکل وحشتناکی بالا رفته. این نرخ تورم از نرخ تورمی که از سال 1322 به بعد محسوب شده یکی از بالاترین رقم هاست و رکوردهای تازه‌ای رو شکسته. این در شرایطیه که دولت با شعار در واقع تکرار می‌کردن نرخ تورم دولت رئیسی به قدرت رسیده و تا حد زیادی همچنان بن‌بست روابط با جهان باقی‌ست و تحریم‌ها همچنان مانا و این در این شرایط ما شاهد بحران کرونا، بحران‌های عظیمی هستیم که مدام در لبه ایران رو در یک لبه پرتگاهی قرار میده. بحران اقتصادی در کنار بحران سیاسی، بحران با آذربایجان، بحران‌هایی که مدام در حال تبدیل شدن به یک بحران دیگری است. ارزیابی تو از این بحران در واقع از این تورم وحشتناک، از این شکاف بزرگی که بین استانهای کشور هست، بین فقرا و در واقع یک درصدی ها هست، چه هست و فکر میکنید این آینده چه خواهد شد با توجه به گستردگی وحشتناک این بحران، تعطیلی بسیاری از کارخانجات، بیکاری گسترده و مسائلی که در واقع با کرونا هم تشدید شده؟ بله، کاملا درسته که این مسئله تورم مهار پاره کرده و در رسانه های ایران و پژوهش ها گزارش های متعددی که کار شده، اقتصاددانان و نهادهای مختلف اینا دارن دقیقا میگن که چه فاجعه‌ای در حال رخ دادنه و حتی تحت عنوان که بی‌سابقه ترین جابجایی ثروت و تولید فقر در این تاریخ ایران، 50 ساله ایران اتفاق افتاده و اینا رو می‌نویسن روزنامه ها، رسانه ها و حتی آمارهای خیلی خوبی دقیقی هم در حد خودشون دارن تولید میکنن، یعنی پژوهشگران، که چگونه در این 10 سال گذشته طبقه متوسط ایران 8 میلیونش سقوط کرده به طبقه تقریباً پایین متوسط و 4 میلیون نفر به حوزه فقر رانده شدن، پرتاب شدن. 4 میلیون. یه گزارش دیگه همین روزها در روزنامه ها و در رسانه ها منعکس شد که در استان تهران 4 میلیون حاشیه نشین است. با اون عکس های عجیب غریبی که در خرابی آباد ها و ویران ها و این ها تو میبینید دارن زندگی میکنن آدم ها در همین استان تهران، یعنی 37% جمعیت استان تهران رو تشکیل میده همین 4 میلیون. یادمون باشه که یکی از دلایل انقلاب بهمن نه در این سطح، در سطح خیلی کمتر از این، حاشیه تولیدهایی بودن که از روستاها رانده شده بودن در اطراف شهرها و شهرهای بزرگ اومده بودن و هنوز کار و اقتصاد رو نتونسته بود جذب کنه، یعنی حاشیه رانده شده بودن و اینها نقش بزرگی به عنوان آتش زنه در اون شورش ها داشتن، در اون انقلابات، حرکت ها، اعتراضات، حاشیه نشین هایی که در دوره های قبل اتفاق میافتاد. در حالا این ابعاد این مسئله اصلا قابل مقایسه نیست با اون موقع، بسیار شدید. اینا تحت عنوان قحطی تحمیلی هم ازش نام بردن همین ها، یعنی اگر اونجا مثلا یه موقع در مثلا قحطی از طریق کمبود کالاست
این مسئله اتفاق میفته. کالا نیست، طرف اصلا پول نداره، جامعه اینا رو نمیتونه بیاره برای. در جامعه ایران اینطوری نیست، از قضا کالاها هستند، اون تا قدرت خریده که آب شده رفته زیر زمین وجود نداره، یعنی تبخیر شده قدرت خرید. در همین 58% که گفتی یا 70 چند درصد، اینها بیشترین آسیب پذیرترین افراد همون دهکای پایین هستند که اینها رو در واقع زنبیل سبد زندگیشون تأثیر قاطع و تعیین کننده داره. اینها هستند که چوب اینو میخورن و این البته از یه سیاست کلان و موذیانه، چون تطهیر میشه به وسیله شعارهای کاذب، چون اونایی که الان به کار اومدن عدالت خواها و همون چیزهایی که در گذشته بودن هم نیستن. در همون حکومت اسلامی بده مستضعف پناه بودن دیگه، دفاع میکردن و اینها، اونا نیستن، اینا تقلبی هن. یعنی اینا همون بورژوازی ممتازه، همون طبقات لایه های بالا هستن، همون روحانیت متعلق به اینها هستن، سخنگوین ها هستن که دیگه منتظر اینا توش نیستن، یا طرفداران منتظری ها، اونا هرچی بودن ها. ولی اینا جنسشون این نیست، اینا جنسشون کلاهبرداریه، گو شعارهای کاذب دادنه. اینها به قول منگ ضرب المثل داره، میگه با گرگ دنبه خوردن با چوپان گریه کردن. اینا با گرگ دنبه میخورن، کنار چوپان هم میشینن عشق میریزن. یعنی اینا این پدیده هستن. و جالب اینه که در این رابطه سیاست های به هر حال موذیانه که گفتم، به این دلیل گفتم که تجربه افزایش قیمت بنزین اینا دیدند که وقتی اعلام میشه رسما رسی دولت و به این شکل اطلاع داده میشه، خودش تبدیل میشه به جامعه‌ای که آبستن بحرانه. چون بحران همیشه یک گیرهای، یه بسیار چی میگن، سکوهایی میخواد برای حرکت خودش. اگر این نباشه خب باید یه جاهایی جستجو بکنه تا اینجاها پیدا بکنه، از اینجا موجش وارد میشه بحران. خب اینها این تجربه رو که به دست آوردن، الان همون کار رو دارن میکنن به شدت بیشتر در حوزه های بیشتر، نه یک مورد، یعنی آزادسازی قیمت ها به بدترین نوعش، منتها به شکل طبخ قورباغه فرانسه. یعنی اعلام نمی کنن، در عمل پیش میبرن، جامعه بدون اینکه قبلا اصلا آگاه بشه، هوشیار بشه، داده بشه، اینها رو مثلا قیمت نان سه برابر شده تا همین مدت های مثلا فرض کنید یک سال اخیر. نان مهمترین مسئله است دیگه، از بنزین هم که مهمتره، ولی میبینیم که اینو به شکل بسیار موذیانه، بازی های مختلف در عمل پیش میبرن و حتی خودشون هم گاهی معترض هم میگن چرا این نانوه ها نمیدونم چونان گران کردن، در حالی که مسئله اصلی در همین مورد ها، البته یکی از عوامل بنیادیش، سیاست حذف ارزهای که دولت به اینا پرداخت میکرد، به نهاده های مر، به مسائل مثل غذاها، تغذیه های بنیادی مثل گوشت، مثل برنج، مثل خیلی چیزهای دیگه، اینها رو هست دارم میکنن و هست کردن بخش خیلی زیادشون رو. معلومه که اینا انعکاسش به همین شکل در میاد، به همین تورم ها. منتها یه طرف سیاست هست اینا، یک طرف اینه که اینا رو اختصاص میدن به اون بخش خصولتی ها، بخش ممتازهی که با رژیم هم هماهنگه و همکاس است، یعنی به اونها این سوبسید ها رو، این یارانه ها رو از جه هست میکنن میدن. درست به همین دلیل که شکاف‌های طبقاتی در اوج این فقرگرانی بیداد میکنه، یعنی دو کف هستن با همش میرن. و این دولت جدید این آزادسازی قیمت‌ها رو مثلا در حوزه‌های مختلف هم دیدیم، مثلا در مجلس در مورد وارد کردن ماشین‌ها اعلام کردن که آزاد بشه برای شکستن به اصطلاح قیمت‌ها از نظر ظاهر، ولی پشتش این نیست، پشتش مافیاها هستن و سیاست‌هایی که اقتصاد، یعنی گروگان سیاست های اینا شده، قواعد خودش رو داره، اقتصاد مسیر خودش رو داره و نظم اینطوری نیست، ولی اینها خب قدرت ها که میان میتونن مداخله کنن و این کار رو دارن میکنن. به همین دلیل اینها این کار میکنن. از نظر سیاسی هم پس برای از حوزه اقتصادی ما شاهد هستیم که اون سیاست های نولیبرالیست به حادترین
و بدترین و خشنترین شکل خودش، یعنی همین قیمت ها رو شما بالا کنید بدون که حتی مسئولیت اعلامش رو عهده بگیرید. هی بگید چی بود چی بود، من نبودم. یعنی سیاست الان این شده، در گذشته به این شکل باز نبود، یه شکلی به هر حال یه نظم نسبی تر اونجا خیلی قراش میش بود اصلا هیچی، ولی الان این دولت جدید مخصوصا این سیاست ها رو پیش برده و این کارها رو میکنه، اعلام میکنه، بعد در کنارش مثلا میگه که من یارانه رو خواهم 200,000 بکنم. یعنی یه چیزهای اینطوری غلط اندازم میکنم بر دهک های پایین صدای، در حالی که اصل قضیه اینه که اون عرضه ها رو که به این چیزهای اصلی و قضاهای و مسائل اصلی و نیازهای اصلی اختصاص داده میشد و از قبل هم داده میشد، اینها رو همیشه این چرا اینطوری میشه؟ برای اینکه نفتی هم دیگه وجود نداره و اونی هم که وجود داره خودشون مصرف میکنن. یعنی مسئله اصلی اون سیاست های کلانی است که رژیم داره پیش میبره در حوزه های اقتصادی و فرا اقتصادی. خروجیش این میشه که ما داریم میبینیم فقر، بدبختی، این شکاف های نجومی که یه دفعه 8 میلیون از طبقه متوسط خودشون به اصطلاح خودشون دستبندی کردن میره زیر نزدیک به اصطلاح به فقر. 4 میلیون هم پرتاب میشن به فقر در یک سال، بگه شوخیه. و در این دهه میبینیم که قدرت خریدینا چندین برابر کمتر شده، خودشون در همین آمارها هم بازتاب میدن اینو. از نظر سیاسی هم این تحولات، این از نظر سیاسی، این انتخابات، این نمیدونم حذف جناح بندی ها و حذفشون اینا به معنی باز توزیع قدرت به سود کفه ولایت مطلق است. و همینجا میبینیم که چجوری خامنه‌ای اون انگشت سبابه، حضورش، دخالتش در مسائل روزمره تر شده و پنهان هم دیگه نیست، آشکار شده. کما اینکه مثلا در مورد واردات کالا مثلا فرض کن از کره جنوبی اصلا اومد رسما اعلام کرد اینو شنیدم اینطوری فلان اینا و فرمان داد بلافاصله اینا سیاست رو عوض میکنه، یا در مجلس همینطوری، در جاهای دیگه همینطور. اگر اونا زیر فشارهای سیاست‌های متناقضی میگیرن میاد مثلا اینطوری مطرح میکنه. یعنی بس بنابراین قدرت ولایت مطلقه یعنی استبداد در جامعه در این قالب بالا میره و تصادفی هم نیست که با طالبان دارن سبقت میگیرن ولایت. اولا اینکه قراردادهای 18 ماده‌ای زودتر از همه دنیا شتافتن اونجا و با طالبان مثلا قرارداد و پیمان بستن، پیمان تجارتی، و از یه طرف در داخل دوباره بحث های در سطح جدید امت و ولایت و چه نه دولت ملت، به هر حال هرچی بوده اون فرمول در ما قدرت ما تو اوی ما نیست، این توری رو دوباره فعال کردن که مصباحی از دینا این زمان های خیلی فعال کرده بودن، الان این کار در عمل میکردن در توری هم الان این مسائل پرداری. اون امیرالمومنین که اونجا داره حکومت میکنه، اینجا هم امیرالمومنین دومی برایت فقیه هستش که استبدادش رو بیشتر کرده، حضورش هم بیشتر کرده، مطلقش بیشتر کرده و در نتیجه مسائل این اقتصاد با این مسئله مطلقه قدرت با هم باید گره بخوره و یه پیوند تنگاتنگی در شرایطی که در واقع ما شاهد این تورم گسترده، این وحشتناک، این گرانی واقعا وحشتناک، در بیکاری های گسترده، فحشا و مرگ و میر وحشتناک کرونایی هستیم، در این شرایطی که در واقع سیاست همون سیاست بانک جهانی، سیاستی که رفسنجانی با در واقع به اصطلاح رقابتی کردن و آزادسازی قیمت ها، حذف سوبسید ها داره انجام میداد، اینا به شکل دیگری انجام میدن. سید محرومان همون سیاست احمدی نژاد رو در رفتن به شهرهای مختلف داره انجام میده، ملاقات ها و سفرهای به اصطلاح خیلی خیلی سریع که برای که بتونه بشنوه به اصطلاح نیازها رو و قولها و قرارهایی رو بذاره. در این حال که این در حال انجام شدنه، ما شاهد اخراج محمد عبدی هستیم در روز معلم، در روزی که صدها معلم در دهها شهر ایران تظاهرات کردن و خواهان در واقع مقابله با خصوصی‌سازی ها، در واقع بهبود شرایط معلم ها، افزایش حقوق ها و مخالفت با تصمیماتی که مجلس اسلامی در ارتباط با موقعیت اینها داره.
میکنه. بعد میخوان خواستاشون در واقع به رسمیت شناخته بشه. از اون ور ما شاهدیم که کارگران در واقع نفت، اعتراضات کارگران پیمانی نفت و هفت تپه ادامه داره، اعتصاباتشون، و اونا گفتن نه ما به پیشوازی آقا میریم نه مذاکره، ما مطالبه میکنیم مطالباتمون رو بگیم و این تجمعات ادامه خواهد داشت. توی شرایط ولی فقیه با انتخاب رئیس جدید رادیو تلویزیون یک رئیس بسیار ولایت مدارتری رو داشته، توی سپاه و توی نیروهای مسلح مدام در حال تصفیه های تازه و نیروهای وفادارتری رو وارد میکنن که به طور واقعی هیچ نشانی از عقلانیت و نمایندگی مردم رو نداره. بعد فقط کسانی هم که میخوان به ولی فقیه پاسخگو باشن. توی شرایطی که داره سرکوب شدیدتر میشه و در واقع تمام فضاهای تنفسی در درون خفه میشه، این به اصطلاح سفرهای استانی این آقای ابراهیم رئیسی و مقامات ادامه داره. اینو چطور میشه این در واقع این رو توضیح داد، این تناقض رو؟ ببین، ما اون فقر و فلاکتی که دامنگیر میشه و به اضافه استبدادی که مطلقه تر میشه، خروجیش یکی از خروجی های مهم میشه البته جنبش های مطالباتی هستن، چون وقتی فقر اینطوری دقلباق میکنه، همه رو مسئله براشون تولید میکنه، زندگی، سفره، اینو با چیکار میشه کرد؟ باید به هر حال اعتراض کرد برای اینکه دفاع کنن از بعضی موضوع. چون در اینجا ما شاهدی که جنبش هایی هستیم که زمینه های خیلی عینی تری برای گسترش پیدا میکنه، و خوشبختانه یک پیوند های متانه با اون ریتم لازم در پاسخ بحران متناسب با اون نیست هنوز، ولی در این حال گام های مثبتی است، امیدبخشی است که ما شاهد هستیم. مثلا این جنبش و اعتراضاتی که معلمان عنوان مثال برگزار کرده در همین یک دو هفته اخیر، هفته گذشته، اینا ما شاهد به هر حال حضور اعتراضی جامعه بودیم، معلمان بودیم، زحمتکشانی که طبقه میلیونی هستند و با دانش آموزان و با خانواده ها با سیاست آموزشی رژیم سر کار دارن، از این جهت یه بخش و لایه بسیار استراتژیک هستند. اینها در این حرکت هاشون چند تا نمونه های خیلی درخشان ما دیدیم. یک مثلا حرکتی که ما دیدیم کارگران در همین تهران تجمع کردن، مثلا مزد حقوق بگیران تحت عنوان معلمان، اینا هم بازنشستگان توش بودن، هم معلمان توش بودن و با هم حرکت های مشترکی داشتن. اینها شعارهایی که دادن خیلی جالب بود، هم به عنوان یک مثل نمایش خیابانی، اعتراض خیابانی که وقتی زیر ضربین میذاری یک پرفرمانس به اصطلاح نمایش اعتراضی، میبینیم که اونجا اومدن خیلی سخنرانی کردند و بعد همه اونهایی هم که شرکت کردن، از زنان، مردان، معلمین زن، بازنشستگان و جوان و بازنشسته و همه اینها، و با صدای خیلی مثلا محکمی هم تأیید میکردند، این بود که از یه طرف این کابینه رو به چالش کشیدن، چون اینا خودشون کابینه مردمی میگن، کابینه عمومی، مثل همون کابینه احمدی نژاد اینا، که بسر دارن میرسن خواستهای مردم به پاسخ و به دیاسا، و اصلا اومدن برای این ادعاشونی که اومدیم و مسائلی که حل نشده ما جهادی حل بکنیم، ولی کلاهبرداری. اینا اومدن رسما اعلام کردن تو همینجا که حالا که شما میخواید ما غالب کنین و وزرا رو کردید، همین کابینه رو، دو تا نمونه جالب دادن که خیلی جالبه، از این جهت که گفتن ما اسماعیل عبدی رو وزیر آموزش فرهنگ پیشنهاد میکنیم داریم، یعنی اسماعیل بخشی رو مطرح کردن به عنوان مثلا وزیر کار در یک سخنرانی خیابانی در همین نمایش در تهران. خب این چه چیزی رو نشون میده؟ در همین زیر برش قرار زربین قرار بدیم، میبینیم که این حرکت خودش خیلی گویاست، لازم است ما ادعای خیلی عجیب غریب انتزاعی بکنیم. این نشون میده که این کابینه ای که اینا وارد کردن و تحمیل کردن مورد پذیرش جامعه نیست و ابطال میشه، مهر ابطال در رأی بهش میزنن کاملا. حالا این کابینه اصلا چه هست چه نیست، از این وارد بحثش نمیشه که همه شون از
مثل جامعه امام صادق، دانشگاه امام صادق، که اصلا معلوم نیست چجوری مثلا حکم میده، نمره میده، همه اینها برای تمام مثلا مجال اکناش معلوم نیست. آبکی خود رئیسی که الان رفته اونجا سخنرانی کرده، اصلا جملاتش گسیخته است در همین پیمان شاهنگان گذاشتن، همه دارم میخندن، تر نداره، سرطن نداره، هیچی نداره، جملاتش ها خیلی عادی، معلومه که 6 کلاس بیشتر سواد نداره، البته از 18 سالگی 20 سالگی اومده توی قاضی و جلاد شده تو همون جوانیش و تو حوزه هم خیلی درس نخونده بوده و الان هم داره رئیس جمهور مملکت میخواد سیاست هم بیان کنه، مسائل پیچیده ای که برای رئیس جمهور، و معلومه که این صحنه ها آفریده میشه، همین صحبت هایی که مثلا اونجا کرده پیمان شاهنگان و جاهای دیگه دیگر وزرا، اینا همه فارغ التحصیل همین دانشگاهی که از اینجا بولا اینا خیلی ها رو اونجا میارن آموزش میدن، به اصطلاح مدرک بهشون میدن که بتونن رسمی حکومت کنن. الان هم کابینه دوم دولت جهادی و جهش که میگم اتفاق میفته، گزینش همه آدم هاست که از اینجا در اومدن در این سیاست. بعد با توجه به اینها میبینیم که کارگران و معلمان در یک حرکت مشترک اولا هستن و ثانیا سیاست روزمره و مطالباتشون به مسائل کلان گره خورده، یعنی خود این کابینه هستن باید مهر ابطال بخوره، این سیاست های وزارت آموزش باید مهر ابطال بخوره که میزنن در همین خیابان. از یه طرف دیگه میبینیم که مثلا وقتی هم پیشنهاد میدن، حالا در مقام پیشنهاد ما گفتم یک برشی از اون چیزی که زیر پوست جامعه میگذره، اسماعیل بخشی رو میارن یا اسماعیل عبدی، اون زندانی، یعنی معلومه که زیر پوست جامعه چه میذاره با همین پیشنهاد ها. در شرایطی که این همه سرکوب و اختناق و سپاه و بسیج و همه اینا هستن، خیابان کنترل و عکس و فیلم برداری و اینا داره این اتفاق میفته، و این در این حال نشان دهنده پیوند بخش های مختلف جنبش کارگری و زحمت کشی موضوع حقوق بگیران، یعنی وقتی به این شکل در بیاد این پیوند هایی که این همه قبلا مطرح میشد اهمیتش، این حلقات نشون میده که اینها در حال شدن هستن، ولی خب شدن یعنی این که هنوز باید تکلیم پیدا بکنه، ولی خوبیش همینه که اینو ما زیر ضربه قرار بدیم، این تجربه میتونه تجربه فراگیری بشه، تجربه بشه که در جاهای دیگه هم تکرار میشه، چون به وسیله خودجوش در متن جامعه در کف خیابان در اتفاق میفته، نه در کتاب، نه در صحبت، نه در بحث. خب الان ما در این لحظه هستیم، این یک مسئله بسیار مهم بسیار اتفاق میفته. یکی اینکه اینا همینطوری که اشاره کردی به این سفرها، اینا رو خب همون کابینه هایی هستن که قبلا بودن، همه آدم الان تصادفی نیست که اکثریت این کابینه از اون آدم های دوره احمد نژاد هستن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه خامنه ای همون کابینه ای رو که نتونست تو گلوش گیر کرد، این باید بهش جواب داده بشه، با توجه به شرایط که اتفاق با تعرض اتفاق افتاد، با سرکوب و شورش ها قیام ها، دوباره و رو صحنه با چهره دیگه، با قیافه دیگه، با افراد دیگه اطمینان مثلا بهشون داره. همون پروژه ای رو که تو قم قبلا گفته بود باید پیش ببریم که احمدی نژاد آورد برکشیدند، این بار در قالب رئیسی و این کابینه برکشیدند، و همین دلیلی که خیلی در واقع اشتراکات مشابهت های زیادی پیدا میشه، همه روزنامه ها میگن رفتارشون کردارشون هیچ چیز عمقی، همه به ساز و بفروش، یعنی همون نوعی از معماری که به ساز و بفروشی که استحکامی نداره، با یه بادی هم میریزه فرو میریزه این بساط. خب اینا دارن همین کار رو هر روز روزمرگی میکنن، سیاست میکنن. موسیقی که مثلا در مورد واکسن اینا هنوز هیچی نشده، در حالی که بعد محاکمه بشن به خاطر جنایتی که کردن و همچنان ادامه دارین، کشتاری که بخشش آمدانه بوده، به خاطر فرار از مسئولیت بوده که باید میکردن مثل هر دولتی نکردن بوده. این بوده، ولی الان میخواد جشن بگیرن زودتر از همه دنیا که 90% مثلا 80 تو کانادا هم دوز اول هم دوز دوم واکسن دادن، یا همون اسرائیل که هم بهش میتازن شده، و یا امارت اعلام پایان کرده در مورد، چون همه مراحل طی کرده، حالا شرایط خاص خودشو داشته. در آمریکا هم خب تعداد خیلی بیشتری واکسینه شدن، دوز اول و دوز دوم. این کلاهبرداری که مطرح میکنن
ادعاشون که 70% زدیم دوز اول، ولی هم دو سه هفته دیگه میخوان جشن پیروزی واکسن برقرار کنن، در حالی که همین آدم ها، همین دولت منظورمه، چقدر فشار آوردن به همین عراق که این زوار بره در همین اربعین و دوباره برگردی و برگشتن بدون اینکه تست بشن، به اجازه ندادن تست بشه، در حالی که یه گوشی هم تست شد معلوم شد که اینا اکثریتشون مثبته کرونا در کرمان یه جای دیگه، که اونا رو بعدن کنترل کردن که یه بقیه تست نکنن. یعنی درست هم کاری که یه موقع در قم یعنی آمدانه داشتن اتفاق میافتاد و داشتن تأخیر میکردن نمیگفتند، الان به این شکل دیگه همون روحیه هست، ولی به دنیا میخواد درس بده، میخواد جشن بگیره با بیلانی که فاجعه هست، کاتاستروف بدترین هست در دنیا در نیست. حالا قول من رو پا برهنه میدونم وسط صحنه و میخوام خودشون هم این نمایشه، یعنی یک نظامی الان وجود اومده هر روز دستور عمل فرمان صادر میکنه رئیسی، امروز وزیر اقتصاد این کار بکن، اون روز هم شروع کردیم، حالا میگه کنترل کردیم کرونا رو، میریم فقر رو کنترل کنیم. واقعیت چی دیگه؟ ما با یه رژیم وارونه طرفیم که به جایی که با روی پاش حرکت کنه روی سرش حرکت میکنه، یعنی همه چیز به مثابه یک داستان تراژیک، امرهای کارهای بسیار ساده، مشکلات ساده به یک چیز بسیار تراژیکی تبدیل میشه، از اقتصاد تا کرونا تا در واقع فرهنگ، آموزش، نیازهای عمومی مردم، بودجه بندی و همه چیز. الان این در واقع وارونه سازی در ارتباط با روابط ایران و در واقع همسایی شمالی و غربی ایران در حال اتفاقه، مسئله رقابت هایی که ایران با ترکیه در عراق و در سوریه داره، امروز در شمال غرب ایران در واقع در آذربایجان و ارمنستان در حال شدنه، تغییرات مرزی در حال اتفاقه و بحرانیه که باعث شده که مانورهای نظامی مشترک آذربایجان و ترکیه و پاکستان و الان باز مجددا آذربایجان و ترکیه رو ببینیم، مانور نظامی در واقع جمهوری اسلامی رو در مرزها ببینیم و سفر در واقع دست پاچگی دستگاه خارجی که صریح بره در روسیه و از طریق روسها بخواد وارد بشه برای جلوگیری از تغییرات جغرافیایی که در شمال ما هست، همه از بوی جنگ و بوی رقابت‌های بسیار خونینی رو در این مشاهده می‌کنن. ما با یک جمعیت بزرگ آذری در کشورمون روبرو هستیم و با با مردمان میلیون‌ها انسانی که با این رژیم و همه سیاست‌هاش مخالفن و می‌خوان فرار کنن از این دایره سلطه حکومت اسلامی. اینو چطور میبینید شما؟ بسیاری از مسئله حضور اسرائیل در آذربایجان میگن که همه داستانهایی که در واقع نشان ناتوانی حکومت اسلامی در سازماندهی روابط خارجی شه. اینو شما چطور میبینید؟ چطور ارزیابیتون از این قضیه چه هست؟ ببینید یه ضرب مثل داره میگه که گل بود و به سبزه هم آراسته شد. ما با انباشت بحران ها سرکار داشتیم، داریم با این رژیم. حالا یک بحران جدیدی هم که اصلا تازگی داره با این در واقع سیما، با این چهرش و با این ابعادش که الان شاهدش هستیم اضافه شد، به معنی این هستش که بحران مثلا یک تجربه، یک مصداق بزرگ جدید است که ما با رژیم سرکار داریم که اصلا باید اسمش گذاشت رژیم بحران، یعنی رژیمی که با بحران زیست میکنه، با بحران همزاده و بیرون از بحران نمیتونه، به خاطر اینکه پایگاه وقتی نداشته باشی، پایگاه قابل اتکا، متعادل کننده، هر سیستمی، هر نظامی نداشته باشه، همواره باید با بحرانها خودشو سر کنه و جامعه رو همه رو سپری کنه تا بتونه با سنگر گرفتن پشت اونها، با فرافکنی پشت اونها اصل قضیه رو که اصلش موجودیت خودشه، موجودیت قاچاق، موجودیت بحران،
موجودیت مسئله ساز، موجودیتی که مثل شمشیر یا تیزی تو بدن جامعه است، سخت میکنه، هر لحظه عفونت تولید میکنه، اینو بپوشونه. تا موقعی هم که قدرت داره این کارو خواهد کرد، مگر اینکه قدرت متوازن بیاد این معادله رو معکوس کنه. این ذاتشه، سرشتشه، اینو نکنه دیگه وجود نداره. هستم اگر میروم، یعنی بحران میسازم، اگر نروم نیستم. این یه واقعیتیه که با تلخه، ولی جامعه ما داره هر روز اینو تجربه میکنه و یک بار دوبار هم نیست، یکی دوتا بحران هم نیست، همینطوری میدوشن و مثل سرنخی که بعد باز بشه همینطور باز میشه و میره، پایان نداره. این مورد هم یک مورد تازه است که پیامدها و مشکلات خودشو داره و ریشه های خودشو داره، یعنی جنبه های مختلف داره. از یک طرف رژیم خب مانورهای رو در مرز صورت داد، خیلی نزدیک اونجا، و تهدیدهای خیلی شدید وسیله سپاهیان اتفاق افتاد و بعدش هم روزنامه ها و رسانه ها و رادیو تلویزیون و هی تهدید پشت تهدید برای کشور آذربایجان و مخاطب خودش که اگر اعلام نکنید بله میکنیم، حتی تهدید ضمنی حمله توش، تهدید یعنی همین دیگه، اینو هی مطرح میکرد و آوازش رو سر میداد. خب این داشت اتفاق میفتاد. از این طرف خامنه‌ای هم اومد بعد از این همه بساطی که خودش میاد رو صحنه مثل همیشه باید بیاد و تحت عنوانی که سیلی میزنیم توصیه ها و رهنمود ها و راهبرد ها و خواستاش مطرح کرد به زبان ولایت فقیه. خب این هم اتفاق افتاد و اونام البته بلا فاصله اون چیز فرهنگی خود رهبری اونجا بستن که یه پاسخی داده بشن و در مقابل این مانورها، در حالی که قبلا مانور انجام داد، چندین مانور انجام داد، یه دلیل نداشت این مانور رو بلافاصله انجام بدن، مثلا قبلش انجام داده بودن چندین مانور، بلافاصله مانور سی کشور رو در پاسخ به این تهدید حکومت اسلامی و سپاهیان که رسما تهدید میکردن، جز سخنرانی های سپاهی رو در اون رژه های کنار مرز اینا نگاه بکنیم و جاهای دیگه بیرون در خود داخل کشور و سرداران دیگه، همش تهدید و که به هر حال اگه این کار نکنید اینطوری. چرا؟ برای اینکه رژیم اسلامی وقتی به کوچیکتر از خودش میرسه، به اصطلاح میگم کوچیکتر، نیروهای پایینتر، همون رفتاری که انتقاد میکنه به اصطلاح باز هم به قدرت‌های بزرگ و نمیدونم اینها، خودش با ابعاد مضاعف در مورد دیگران میکنه. ما در مورد اقلیم کردستان میبینیم که این روزا چقدر حال شده و چقدر خط نشان میکشه که گروهک ها اگر نمیم فلان کنه، اگر فلان کنه، حمله کنه، حمله میکنه هر روز با موشک ها به اونجا، نگار که خاک خودشه. مثلا باید خاک خودشم نباید بزنه کسی که مثلا حقوق بشر نمیم آزادی دموکراسیش میشه، خب اینا جنایت محسوب میشه، معلومه، ولی حالا به خودش اجازه میده که از مرزها عبور کنه، اون کارو بکنه و هر روز داره میکنه، ترور هم میکنه، حملات هم میکنه و میگه که تا لحظه آخر اولتیماتوم هم داده، دوباره هم داده. همین سفاری، سردار سفاری، مشاور حضرت آقا هم هستش، گفته که تمام این گروهک ها و تمام این دولت تا موقعی که مسئل نشه ما تهدید این حملات خواهیم کرد، که قبلا هم خود خرازی و دیگران و نمیدونم شمخانی همین داده بودن. پس بنابراین ما با رژیم مواجه هستیم که در حد حوزه خودش اگر تناسب قدرت رو به خودش ببینه، همونطور که با شهروندان خودش اون رفتار رو میکنه، با همسایگان هم این میکنه، در این حال که میگه من میخوام صحبت بکنم، میخوام رابطه داشته باشم، ولی معلومه که این مسئله از یه طرف چندین فرافکنی صورت میگه. یکی این که اسرائیل رو اینجا مطرح کرد. خب اسرائیل و آذربایجان همواره از دیرباز رابطه داشتن، چیز تازه‌ای نیست، وجود داشتن و کمک هم میکرده همه اینا و همینطور در کشورهای دیگه هم داره این کار میکنه، همسایه های ایران و از قضا در اقلیم کردستان هم همین هست. طوری نیست که کشوری هست میخواد مناسباتش هر دلیلی مثل بقیه کشور ها، مثل خود حکومت اسلامی ایران، ولی از این شما جنگ رو در بیارید، از این تهدید رو در بیارید، یک بحث دیگه است. این دنیا دیگه قابل سکونت نمیشه، اگه قرار بود که همه مثل شما این کار رو میکردن. بلافاصله اینو تبدیل میکنه به یک بحران انفجاری با اون تهدیدها، با اون مسائل. و جالب اینه که پشتبند هم نداره،
خود این ارمنستان که این همه شاخشونی براش میکشه در دفاع، میبینیم که وقتی ایران مرزشو خیلی جالبه و خیلی تحقیرآمیز و توف سر بالا، که وقتی ایران هواپیما ها رو تا همین دوره میبنده که نیرو نبره مثلا فرض کن آذربایجان از اینجا به قره‌باغ از این منطقه برای مانورهاش، خود ارمنستان فضای آسمانشو باز میکنه و این نمیره. این داره در واقع برای اهداف خودش میگه، یا مثلا فرض کن برای خواستای ارمنستان که پشت سنگر گرفته. به هر حال رابطهش رو به هر حال ممکنه ببندن به خاطر اینکه این تحریکات، این دعوا، این رقابت ها وجود داره و ریشه داره. ریشهش هم اینه که اولا پرافکنی میکنن به اسرائیل به خاطر اینکه نمیتونن با مسئله اصلی که در این حوزه چه مانورها چه همون نیروهای داعشی که ایران مدعی که اونجا اومدن و خطرن، اعتراضاتش خاطر اینه، تهدیدها و مانورهاش واسه ترکیه اومدن، چه وسیله نیروهای نظامی که اونجا تقویت کردن آذربایجان و چه در تسخیر قره‌باغ و حملات قبلی که خود ترکیه کمک‌های نظامیش اونجا دخیل بودن، و چه همین الان که در همین مانورهای نظامی ترکیه و گرجستان با هم هستن و ببینیم که متقابلا پاسخ میدن. خب همه اینها به طور مشخص خود ترکیه نقش اصلی رو داره با رقابت هایی که در منطقه داره و کشور هم مرز با ایران، منتها ایران نمیتونه به دلایل متعدد اینجا پاسخ مستقیم بده و توانشو نداره، و به خاطر اینکه بحران اقتصادی داره، البته از اون کنارها در دوره های تحریم هم میشه استفاده کرده، به اضافه اینکه دولت ترکیه دولت قوی از نظر ارتشی، عضو ناتو، تأسیسات سیاسی نظامی قوی داره، خیلی بالاتر و تکنیکش بالاتر از ملک ایران، و از یه طرفی از اقتصادش چند برابر تو این دوره که ایران وا رفته سقوط رفت کرده در این 30-40 سال اون رشد کرده نسبی، چون اینا وا رفتن اونا چندین برابر اقتصادشون بالا رفته، به همین دلیل در رقابت هایی که امروز نرم افزاری، قدرت اقتصادی، فرهنگی، فیلم، توریسم، همه اینها به هر حال صحبت اصلی رو میکنن، خب جلوتر از ایرانه در نظر رقابت ها، اون چیزی که تعیین کننده است اینا هستن، ولی ایران با سخت افزاری مثل تزار، یعنی بوار مدل دارم میگم، اقتصاد نحیف باریک، ولی مثلا فرض کن از نظر نیرو نظامی خوبه، منتها نیرو نظامی نه با تکنولوژی های پیشرفته، حتی با روی مین رفتن، با شعار دادن، با حملات بی‌محابا کردن، و البته اختباس و کلاهبرداری و دزدی و سرقت، چون این بی خود نیست این همه تو فضای مجازی ایران فعال میکنه، دخالت هست و فلان، نام به عنوان جنگ ها خودشو پیشرو میده در این مورد، ولی همین سرقت تکنیک ها و کپی سازی ها و به هر حال سوء استفاده از بازار قاچاق و دیجیتال، از اینها به هر حال این دنیای امروز میشه پیشرفت، دنیایی که گلوبال هست و ظروف مرتبط است، این یه واقعیتیه. کره شمالی هم میبینیم که علاوه بر این همه محاصره عقب ماندگی داره، ولی خب در حوزه های معینی در عرصه های گوناگونی که نمیتونه پیشرفت کنیم، ولی یه حوزه هایی میشه. حکومت اسلامی هم همینطوری در مثلا موشک و فلان ها یه سیاست سخت افزاری برای خودش تولید کرده، این واقعیتیه، ولی نه اینکه بتونه رقابت کنه، ولی به هر حال تخریبی میتونه بزنه، تخریب میتونه بکنه. خب با اینها، با اتکای به سخت افزاری میخواد در رقابت های منطقه دست بالا رو داشته باشه. یه توهمی هم اینجا وجود داره که حکومت اسلامی در این حال که به لحاظ وضعیت واقعی در حال تدافعیه، از نظر اقتصاد، از نظر مؤلفه های دیگه قدرت تمامه، ولی در حوزه رویکرد، اتخاذ موضع، شعار دادن، حالا تعرضی داره، به خودش هم گرفته بیشتر. همون واکسن هم دیدیم، یه اشاره کردم چگونه کسی که عقب مانده ترینه میخواد خودش رو پیشروترین نشون بده، جشنم بگیره. در حوزه های دیگه هم همین کار داره میکنه، یعنی در حوزه هستی همین کار میکنه که الان وارد بحث نمیشیم، در حوزه این مبادلات، رقابت های منطقه‌ای میخواد بگیره. قدرتی هم که احساس میکنه بیش از آن که ناشی از برتری و رشد واقعی خودش بشه، رشدی وجود نداشته، وارفتگی وجود داشته، ولی چون کل معادله سیاست ها عوض میشه، تعادل قدرت عوض میشه، موقعیت ها عوض میشه، آمریکا مثلا میخواد از منطقه به اون شکل قبلیش بره بیرون و شکل دیگه‌ای، نیروهای نیابتی، نیروهایی که به هر حال تو منطقه هستن ولی وابسته به اون هستن و در تغذیه میشن به وسیله آمریکا و سیاست‌های آمریکا، اینها شکل بگیرن.
چون توجهش به شرق به عنوان نقطه اصلی استراتژیک جلب شده، رقابت ها جای دیگه است، اگر اینجا متوقف بشه اونجا رو باخته، جا به جا میکنه اولویت هاشو، ولی در این حال اینجا رو خلا نمیذاره که اینجا به هر حال بحران های داره، شکست هم هست، ولی ابرقدرت ها اینطوری که به آخر خط رسیده باشن قدرتشون، بحران اقتصادشون نه اونطوری که نیست که. پس بنابراین اونها جایگزین دارن درست میکنن، نظم دیگه ای رو دارن شکل میدن. حالا چقدر این نظم موفق بشه نشه این بحث های دیگه است که باید در آینده کرد آیندگان، ولی دارن شکل میدن قطبندی‌ها، قطبندی‌های که با اسرائیل متو نقش برجسته‌تری داره این دفعه، با کشورهای عربی و بخشای از عربی، ترکیه است به عنوان یک قدرتی که در منطقه است، منافع خودش داره در سوریه، در قطر، در اقلیم کردستان، در همه جا، در ببینیم که در مثلا عرب افغانستان نقش بازی میکنه، فرودگاهش مثلا میخواد حمایت کنه، اقتصاد فلان، و همینطور در لیبی ببینیم که مداخله میکنه، همینطور در آذربایجان میگه نقش ایران باخته به اون، یعنی به ترکیه در طول زمان با اون برخوردهایی که میکنه، ایدئولوژی هم که ندارن اسلام گرایی، هیچ جاذبه ای نداره، ضمن اینکه اصلا رژیم ماهیت و تنگدستیش و اون هژمونی طلبیش رو نشون داده برای کشورهای منطقه، یعنی همه میدونن. البته یه سری نیروهای نیابتی وجود داره که اونم با رشوه، با پول دادن، نه اینکه ایران بتونه بهره برداری بهینه بکنه از اینا برای رشد توسعه خودش یا نفوذ خودش، اینم نیست، بلکه پول میده. مثلا حزب الله خونه هاشون میگه من از اون میگیرم، اجاره هاش داغون شده از اون میگیرم، حزب الله لبنان. همینطوری دیدیم که چجوری نفت و همه اینا رو داره میرسونه به اونا، و اینا به معنی فتح الفتوحی رژیم ایران برای خودش میدونه که ما ابرقدرت ها و فلان اینا رو کشتیمون راه رفت و این کارا رو کرد. ببین همه اینها رو به این شکل مجانی مفت در سوریه، در اونجا، چه جانی چه مالی چه اقتصادی، همه چی، چون برای رژیم هدف های سیاسی هسته، مسئله ماندن، مسئله قدرت، مسئله این سخت افزاری، مسئله رشد واقعی در کار نیست، چون این کاره نیست، یعنی ربطی نداره به رشد، مثلا وجودش، سرشتش. خب به همین دلیل به این شکل خودشونشون میده، و من فکر میکنم در این مورد ایران یک به ذات حالت تهاجمی اینطوری گرفت، در حالی که پشتبند لوجستیکی واقعی نداشت، و الان هم با توجه به نقش روسیه در منطقه که تعیین کننده است و در واقع نوعی حالا احضارش رو نگیم، ولی درخواست کرد بلافاصله وزیر امور خارجه ایران بره اونجا صحبت بکنن، و اونجا به اصطلاح گوشش گرفتن و یک نوع گفتن که خوب نمیشه، چون روسیه با همه این طرف ها ارتباط داره، رابطه داره با اسرائیل، با کشورهای عرب، عربستان، خب کشورهایی که بزرگتر هستن منافع عمومی دارن که تخم مرغاشون در سبد یک کشور نمیذارن، که اونطور که ایران انتظار داره، و با این شعار رفت گفت روسیه موضعشو چون مشخص نبود موضع مشخص بگیره ایران وزیر امور خارجه، ولی اومدنش دیدیم برعکس تعدیل شده بود، و اونها گفتن که به هر حال اینا باید از طریق مذاکرات پیش بره، تحریک های مانورینا منفیه بهشون گفتن نباید بشه، و بعد چون نمیذاره در کنار مرزهاش جنگی همینطوری کور مثل جنگ ایران عراق اتفاق بیفته، از امنیت خیلی مهمه باشه، به همین دلیل مداخله کرده و کنترل میکنه. ایران هم نخواهد تونست خیلی بلند پروازونو تو که شعار میداد، الان هم فیتیلا رو دارن پایین میکشن آرام آرام، چون جنبه های داخلی آذری بحران جنبه های اینام داره، اینا رو هم داره تجربه، این رو با ناسیونالیسم بازی میکنه تا به صورت بدلیش که ایران تمدن بزرگ، حوزه بزرگ آذربایجان جزء بشه، در حالی که حالا اومدن بعضی گفتن آذربایجان قبلا خواسته با ما ادغام بشه، ما گفتیم نه، شرایط دارم میگم، یعنی میخوام بگم همه چیزشون رو هوا، سیاست ها روزمره اتخاذ میشه، از این ستون به اون ستون اتخاذ میشه، متناقض و ناسخ و منسوخ هستند، و در نتیجه برد ندارن، خودشون هم از این به اصطلاح وضعیت فرار میکنن، چون نمیتونن استراتژی دراز مدت، حالا در مورد اگر رابطه ای که رفته با روسیه دوباره درخواست کرده مثل راهبردی ببندیم با هم و برای ما روسیه بسیار مهمه، این اصلا خودش یک بحث دیگه هستش که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، حالا روسیه چقدر بهش تن بده، روسیه هم بلافاصله گفته خزر اول مجلس رو تصویب کنه به طور ضمنی گفته پیمان قبلی رو، و اینجور چیزها مشروط میکنن، اینطوری نیست که دولت حالا عضو شانگهای شده ولی
عضو شاهنامه چک سفید نیست که، همه چیز در درون اونها بی‌محابا به اصطلاح حرکت کنه برسه به سبد اینا. نه، اونجا هزار جو بعد به دوبستان و سیاست ها رو تم بدن که بتونن به یه جاهایی برسن. در واقع توی این فضایی که خلأ در واقع پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و در واقع عراق هست، تا حد زیادی قدرت‌های منطقه‌ای در تلاش اینن که این فضا رو بپوشونن. ما شاهد پیمان‌های معین و تحرکات اسرائیل، سعودی‌ها، قطری‌ها، ترکیه و روسیه و اینها هستیم و خود این تحولات آمدن طالبان تصادف نیست. یعنی بیشتر میشه گفت که تا حد زیادی بر زمینی همین خلأ صورت گرفته و تا حد زیادی موضع قطر و پاکستان و ترکیه رو توی افغانستان تقویت کرده. از این ور خود عراق در واقع موضع ایران بسیار تا حد زیادی تضعیف شده و مسائل مختلفی هست. این بحران طوری گریبان این حکومت رو گرفته که جز پریدن از این شاخ به اون شاخ راه دیگری نداره. قطعا ما توی بحثای آینده حتما باید باز به این مسائل بپردازیم. درود در شما تقیه روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به گفتگوی این هفته هم توجه دست در نخونیم. قربانت باشیم.